سلام پوکویو. سلام. صبر کن ببینم، مثل این که آماده ای برای نقاشی کشیدن. آه. اما پوکویو، حالا بگو امروز میخوای چی نقاشی بکشی؟ دوستم. عجب فکر خوبی، نقاشی کشیدن از دوستا. ولی کیو میخوای نقاشی کنی؟ کسی رو دور و برت میبینی؟ کسی از شما میتونه به پوکویو کمک کنه؟ شما فکر میکنید کیو میتونه بکشه؟ لولا بکشه. لولا، چه فکر خوبی پوکویو. فکر کنم که لولا طرح خیلی خوبی برای نقاشیت باشه. چه رنگ خوبی برای لولا انتخاب کردی؟ خب مهم نیست پوکویو، میتونی نقاشی یه دوست دیگه تو بکشی. به نظر من که الی بهترین حالت رو برای نقاشی گرفته. اولا 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 الی لطفا تکون نخور. الی فکر میکنم الی به عنوان کسی که میخوان نقاشیشو بکشن زیادی وول میخوره، اما باید یکی باشه که تو بتونی نقاشیشو بکشی. پوکوی پتو رو میکشه. این وای بیلم کرد پرو چی کار داری؟ حالت بامزه‌ایه. این نقاشی خیلی جالبی میشه. ها؟
Wait. Oh, نه. وای، پتوی بیچاره نمیتونه به خاطر تو بیشتر از این تحمل کنه. پوکویو، پوکویو، کجا میری؟ مشکل چیه؟ آه، فهمیدم. از این که نتونستی نقاشی کنی خوشحال نیستی. اما پوکویو، بذار نقاشی تو رو ببینم. نه. آه، زود باش پوکویو، فقط یه بار باشه. شاید شما بتونین کمکم کنین. اگه شما از پوکویو بخواین که اون نقاشیشو نشون بده، یعنی واقعا خیلی بهش اصرار کنین، ممکنه اون نشون اون بده. حالا ازش بخواین. وای، این خیلی عالیه پوکویو. نگاش کن، رنگ نارنجی برای لولا، رنگ صورتی برای الی و یه رنگ زرد خوش رنگ برای پتو. دیدی پوکویو؟ تو یه نقاش واقعی هستی و دوستات خیلی خوشحالن از این که تو رو دارن. آفرین به تو پوکویو، آفرین به دوستات. خداحافظ و با امید دیدار. این داستان عروسک الی. دوستمون پوکویو اینجاست. سلام پوکویو. سلام. کسی از شما میتونه بگه که الی با چی داره بازی میکنه؟ آه بله، این تیل است، عروسک مورد علاقه ی الی. پوکویو، فکر کنم الی میخواد که تو برای چند دقیقه مواظب عروسکش تیله باشی. پوکویو، داری چی کار میکنی؟ پوکویو، نباید عروسک الی رو اینطوری به هوا پرت کنی. اوه.
نه 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 پوکویو آروم باش، فکر کنم باید به الی بگی که چه اتفاقی برای تیله افتاد. ممکنه اولش از دستت ناراحت بشه ولی بعدش تو رو میبخشه. تو اینجایی؟ خب گوش کن الی، راجع به عروسکت. خب خب پوکویو، فکر کنم بهتره به الی بگی که چه اتفاقی افتاده. اینجا رو ببینین، پتو هم اومد. اون چی بود؟ من رومی شدم. دلی پتو، یه چیزی هست که شما باید بدونید. حالا تو باید چی کار کنی پوکویو؟ کسی از شما میتونه به پوکویو بگه که چی کار باید بکنه تا الی رو خوشحال کنه؟ دیدی پوکویو، نباید زود تصمیم بگیری و ناامید بشی، بهتره همیشه حقیقت رو بگی. آفرین به پوکویو، همیشه بهترین کار اینه که حقیقت رو به دوستامون بگیم. آفرین به پوکویو و دوستاش، خداحافظ و به امید دیدار. این داستان لحظه های خوب برای همه. پوکویو، پتو و الی اینجان. سلام به همگی. سلام. آه، اون یه چمدون لباسه. خب دوست دارین امروز چی کار کنین؟
کسی از شما میدونه؟ لباسام رو عوض کنیم. آه بله، فکر خیلی خوبیه. داستان، داستان. چی؟ تو از من میخوای که داستان تعریف کنم؟ و همه تون میخواین که شخصیت های این داستان بشین؟ آه خیلی خوبه. فکر کنم باید داستان به هر حال باید یه داستان خوب بگم. پس همه تون آماده بشین. روزی روزگاری توی یه سرزمین خیلی دور یه پرنس جوان زندگی میکرد. آه خدای من. نه 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 صبر کنید. پرنس کسیه که تاج داره. آیش میکنه. کسی از شما میتونه بگه که کدوم یکی از دوستای ما پرنسه؟ پوکویو. بله اون پوکویوه. متاسفم پسرا. خیلی خب کجا بودم؟ بله این پرنس جوان اسمش پرنس پوکویو بود. هورا! و اون خیلی شجاع بود و به همه خیلی کمک میکرد و همینطور هم قوی بود و قد بلندی داشت. او بله مثل تو. اما این پرنس تو سرزمینش تنها نبود. آم نه، اون یه پرنسس فیل زیبا داشت. کی؟ آم نه پرنده نه. ممنون پرنده کوچولو، تو نه. ممنون. خیلی خوب، به هر حال اون خیلی زیبا بود و خیلی سری مثل باد و خیلی هم مغرور، همینطور مهربون و زیبا. بله خیلی هم قوی. ولی خب این داستان در مورد قدرت فیلا نیست. تو این داستان یه نفر دیگه هم هست. پرنس جوان. خب ما باید به فکر پرنس هم باشیم. اونم تو این داستانه. به این فکر کردی؟ آها خب کجا بودیم؟ بله بله بله، پرنسس فیل زیبا و مهربون پرنس رو خیلی دوست داشت و پرنس هم اونو خیلی دوست داشت. خیلی هم بد پیش نمیره. اما اون واقعا غمگین بود چون نمیتونست بیرون بره و با پرنس پوکویو بازی کنه، چون یه اردک دیوانه نمیذاشت که اون بره بیرون و با پرنس بازی کنه. اون یه اردک بد دیوانه. بجم زود باش پتو، تو باید نقش آدم بده یه داستانو بازی کنی. ببین قول میدم که دفعه بعد تو پرنس بشی، باشه؟ لطفاً، خواهش میکنم، بهت قول میدم. خوبه. خب این اردک دیوانه، یعنی خیلی بد و دیوانه بود. پتو میشه بیشتر دیوانه باشی؟ فقط یکم بیشتر دیوونه باش، باشه؟ آره این خیلی عالیه، ممنون پتو. خب وقتی اردک ما پرنس جوون رو دید که به سمت پرنسس میاد، تصمیم گرفت اونو برای همیشه از اونجا دور کنه به وسیله اشتهای خشن وحشیش که از دهنش آتیش خارج میشد. بله اژدها روی پرنس پرید و شروع کرد به لیسیدنش. آه خدای من. خب به هر حال و بعد از این اردک بد خیلی عصبانی شد و بهترین جنگجوی خودشو فرستاد، یعنی شوالیه خوابالو و لشکر خطرناکشو. بله سلام پرنده خوابالو. این بار پرنس پوکویو نترسید و یک تصمیم تازه گرفت. اون تصمیم گرفت که همشونو از دم به پیکنیک دعوت کنه. این چه درخواستیه؟ خب یکم تفریح کنن و استراحت کنن. اما اردک دیوانه خیلی از دستش عصبانی بود، خیلی عصبانی بود.
و شروع کرد به آب دادن گلدونش و پرنسس فیل با اسکیتش بازی میکرد. اری این یه و پرنس پوکویو با ماشینش بازی میکرد و اردک دیوانه برای خودش یه قناری خرید. واو چند دقیقه صبر کن، حالا فهمیدم. بله، روزی روزگاری چند تا دوست خیلی خوب بودن که دوست داشتن با همدیگه بازی بکنن. آره این داستان بهتره. آفرین برای داستانمون. پس آفرین به تو پوکویو و آفرین به دوستات. خدا حافظ و به امید دیدار. این داستان ماشین مخلوط کنه دیوانه. سلام پوکویو، چی شده؟ این چیه؟ یه ماشین، و چقدرم پیچیده و عجیبه. اما این ماشین چی کار میکنه پوکویو؟ یه ترومپت و یه رادیو. مخلوط کن. پس این یه ماشین مخلوط کنه. این چیه؟ یه ترومپت که تمام صداهای موسیقی رو در میاره. شما راجع به این چی فکر میکنین بچه‌ها؟ از این اسباب بازی جدید پوکویو خوشتون میاد؟ بله ما خوشمون میاد. منم همینطور. بله این یه ترومپته که همه میتونن باهاش موسیقی بزنن، حتی کرم ابریشم. خیلی جالبه. خب حالا اسمشو چی میذاری؟ یه ترودیو یا یه رادیومپت؟ خب من که میگم اون ماشین عجیب و جالبیه. سلام الی. فهمیدم، تو منتظر تلفن کسی هستی. یه تلفن مهم، مگه نه؟ پوکویو چی کار داری میکنی؟ پوکویو این واقعا فکر خوبی نیست. خدای من، یه قطار و همینطورم ریل قطار. خدای من، نگاه کنین، یه تلفن قطاری یا یه قطار تلفنی. وای مواظب باش. علی فکر کنم تو تماس تلفنی تو از دست دادی. زود باش علی، تلفن رو جواب بده. پوکویو به نظر من که تو علی رو خوشحال نکردی.
پوکویو چی کار میکنی؟ اون استخون لولاست و یه فنر. او نه 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 نه، نگو که میخوای. وای نگاه کن، یه استخون فنری، شایدم یه فنر استخونی، اما جالبه. آه نه برای لولا. پوکویو شاید الان وقتش باشه که این بازی رو تموم کنی. چی؟ یک کلا، یک کیک و چند تا شکلات رنگی. ای دادی بیداد، شما چی فکر میکنین بچه ها؟ بهتر نیست پوکویو وسایل دوستاشو به حالت اولش برگردونه؟ بله. وای امی چی رفت جوش؟ خوبه خوبه. آه پوکویو، به نظر من که دوستات هنوز از دستت عصبانی هن، چون تو وسایلشونو بدون اجازه برداشتی. خب من فکر میکنم ماشین مخلوط کنت هنوز طرفدار داره. من یه فکری دارم، چرا دوستاتو به یه مهمونی که با ماشین مخلوط کنه دیوونت درست شده دعوت نمی کنی؟ تنها راهش ریختن وسایلت توی ماشینه. نه؟ شما فکر میکنین پوکویو باید یه مهمونی بده و دوستاشو دعوت کنه؟ بله. یه مهمونی؟ به مهمونی مخلوط کنه دیوانه خوش اومدی. با کیک های پرنده و ترنی که بادکنک درست میکنه، درخت های بلنگو، بستنی حبابی رو فراموش نکنی. خوشمزه است درسته؟ پوکویو رو بخشیدی؟ بله، چرا نبخشن وقتی یه همچین مهمونی قشنگی براشون گرفتی با این همه وسایل جالب. آفرین به پوکویو، خدا حافظ و با امید دیدار. این داستان مهمان شلخته میکنی دیوانه.
بله Yeah.
این داستان کارگاه پوکویو. سلام الی. امروز واقعا یه روز خوب برای گردشه، مگه نه؟ وای خدای من، این صدا یعنی این که قراره بارون بیاد. انگار باید زود وسایلتو جمع کنی و منتظر بمونی. اون صدای رعد و برق نبود، صدای پتو بود که داشت طبل می‌زد. دوباره اومدیم، چقدر خوب. کسی از شما میتونه به الی بگه که از وسایلی که آورده بود کدومش گم شده؟ نه 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 الی، نگران نباش، من مطمئنم که عروسکت یه جایی همین دور و براست. آخرین بار کجا دیدیش؟ الی؟ جان، شما رو کی ابتدا کرده؟ الی، تو که فکر نمی کنی پتو عروسکی تو برداشته باشه؟ بهش بگو که تو برداشتی پتو. دیدی؟ الی، این کار اصلا خوب نیست. اما الی، پرنده خوابالو امکان نداره که عروسکی تو برداشته باشه. الی، این کارات اصلا درست نیست. نه الی، غیر ممکنه که کرم ابریشم عروسکی تو برداشته باشه. سلام پوکویو. الی، میشه لطفاً آروم باشی؟ الی ناراحته چون عروسکشو گم کرده. پوکویو چیه؟ پوکویو، تو فکر میکنی که میتونی به الی کمک کنی؟ این دیگه چیه؟ کارگاه پوکویو هستم. فهمیدم، اینجا باید دفتر کارگاه پوکویو باشه. الی میخواد بهت بگه که به کمک یکی احتیاج داره تا هر چه زودتر عروسکشو پیدا کنه. من پیداش میکنم. انگار کارگاه پوکویو داره دنبال سرنخهایی میگرده. فکر نکنم پتو عروسک رو برداشته باشه، اون اینجا بود، ما همه دیدیمش. شما؟ فکر کنم پوکویو میخواد بگه که یکی از شما عروسک رو برداشتیم. ما بر نداشتیم پوکویو. کارگاه پوکویو داره یکی از مضمونا رو تعقیب میکنه. نه الی، بذار کارگاه کارشو انجام بده. پیدا کردن عروسک زمان میبره. کارگاه پوکویو برگشته اون جایی که آخرین بار عروسک دیده شده. الی میخواد بدون هنوز چیزی پیدا نکردی؟ بازه نشو. نگاه کن الی، عروسکت. نه، منظورم خود عروسکته. بچه ها میتونید به الی بگید که عروسکش الان کجاست؟ حتما موقع فرار از بارون اونو توی کیفت قایم کردی.
جناب کارگاه اری میگه جستجو رو تموم کنیم. فکر کنم پرونده دیگه بسته شده. هنوز نه؟ یه چیزی تو رفتار الی کارگاه پوکویو رو مشکوک کرده. تمام این مدت عروسک دست خود الی بوده. کارگاه پوکویو فکر میکنه باید از دوستات عذرخواهی کنی الی. امروز یه روز خیلی خوبه برای پیکنیک. آفرین به کارگاه پوکویو و آفرین به دوستاش. خداحافظ و به امید دیدار. یه گردش تفریحی تو فضا. سلام پوکویو. سلام پتو. سلام. چی پتو؟ تو میخوای بالونو برونی؟ من میخوام برونم. خدای من پتو. بچه ها به پتو بگید که مواظب باشه. فکر نکنم اون تیکه از بالون زیاد مهم باشه. ولی نه، اون مهم بوده. شما حتما باید قسمت گم شده یه بالون رو پیدا کنید. کجا افتاده؟ کجا باید بریم؟ از این طرف. نه، این طرف. به نظر میاد که پتو میخواد از راه دیگه ای بری پوکویو. صدای چی بود؟ پتو صداهای خیلی ترسناکی شنیده پوکویو. صدا میاد. بیرون. پوکویو میگه شاید اون فقط تخیلت بوده پتو. نه، اون تو تخیلت نبوده پتو. اون یه فضاییه.
پوکویو چیزایی که پتو دیده باور نمی کنه. پس بیاین همه با هم به پوکویو بگیم که ما اونا رو دیدیم. پتو درست میگه مازی. پتو من قرار بگیرم. کسی از شما میتونه به پوکویو بگه که فضایی الان کجاست؟ اون روی سرته. ها چی؟ این یه قسمت گم شده بالونه. این قسمت گم شده باعث تعقیب اون فضایی بوده پتو. فقط میخواسته اونو برگردونه. وای هندونه، چیزی که تو خیلی دوست داری پتو. بله اینطور که معلومه یه دوست خیلی صمیمی پیدا کردی پتو. چه دای خیلی دوست و من نام نمایم دوستان خوب. تصویر بکشم خب وقت برگشتن به خونه است و وقت استراحت فضایی. نگران نباش پتو، میتونی یه روز دیگه دوست جدیدتو ببینی. فقط باید مواظب رانندگیت باشی. فقط باید آرومتر برونی. همین. بدون من خدا به چقدر قشنگ. آفرین به پتو، آفرین به پوکویو و به امید پیدا کردن دوستای جدید. خداحافظ و به امید دیدار. نگاه کنید، اینا پوکویو، پتو و پرنده کوچولو هستن. سلام به همتون. سلام. دارین با بالون کجا میرین؟ مهمونی. دارین میرین به دیدن دوست فضاییتون؟ بیاین همه به پوکویو کمک کنیم تا دوست فضاییشو پیدا کنه. وقتی دیدینش حتما بهش خبر بدین. درسته، اون اینجاست. نگاه کن پوکویو، همدیگر رو پیدا کردین. آفرین. فکر کنم دوست فضاییتون میخواد سیارشو به شما نشون بده. جان. وای
اینا فقط چیزای دکوری نیستن، صدای خیلی قشنگی هم دارن. بده به استاد، بده به من. حالا ببینید. برو حالا با مخ بگی. دوست فضاییت میخواد چیزای بیشتری بهت نشون بده. پوکایو این طرف سیاره چه منظره قشنگی داره. اون یه دکمه است. بچه ها به پوکایو میگین که دکمه رو فشار بده. دکمه رو فشار بده. شما هم دیدی؟ وای عالیه. پرنده کوچولو واقعا داره از این کار لذت میبره. حباب ها، اینجا واقعا یه سیاره شگفت انگیزه. وای خدای من، اصلا خوب به نظر نمیاد. اون کجا رفت؟ کسی از شما میتونه به پوکایو بگه که دوست فضاییش کجاست؟ پشت سرت رو نگاه کن. بله درسته، پشت سرته. نقشه نجات خیلی خوبی بود پوکایو. همینطور به راهمون ادامه میدیم. اینجا دیگه کجاست؟ انگار یه قسمت از جنگله. چی شده دوست فضایی؟ تو میخوای بگی ما گم شدیم؟ ولی انگار پوکایو یه نقشه داره. از این طرف. ما الان میدونیم کجا هستیم، مگه نه پوکایو؟ ما گم شدیم. خب این واضحه که گم شدیم، اما دلیل نمیشه که دست و پامونو گم کنیم. پس باید فکر کنیم. حباب ها، ما قبلا اونا رو دیده بودیم مگه نه؟ حباب درست کن ها، شما پیداشون کردین. فکر خیلی خوبیه، تو از اون بالا میتونی ببینی که کجایی. حالا بذار ببینم چیزی به نظر میرسه یا نه. چند تا درخت فضایی، چند تا سیاره چشمک زن. کسی از شما میتونه به پوکایو بگه که کدوم یکی از اینا رو قبلا دیده بود؟ سیاره‌های چشمک زن رو قبلا دیده. درسته، ما سیاره‌های چشمک زن رو قبلا دیدیم. بیاین از این طرف بریم. پرنده کوچولو. اون صدای چیه؟ صدای درام میاد. میدونی که کی داره این صدا رو در میاره؟ پتو. اینم پتو. آفرین، ما پیداش کردیم. ولی دوست فضاییت کجا رفت؟ اون بالون رو پیدا کرد. آفرین به پوکایو و آفرین برای پیدا کردن راهتون. خداحافظ و با امید دیدار.
سلام پوکایو. سلام. اون چیه؟ یه رادیو؟ با چند تا باد کنه؟ دارم فکر میکنم که پوکایو چی کار میخواد بکنه. مهمونی عالیه، اما مهمونی برای کیه پوکایو؟ پوکایو یه مهمونی برای خودت. خب حالا مهمونات کیا هستن پوکایو؟ دوستات. دوستات عالیه. به پتو نگاه کنید. کارش جالبه. مشکل چیه پوکایو؟ تو چرا آهنگو قطع کردی؟ بازی. خب حتما چیزی تو سرشه. یه بازی جدید یاد گرفتم. فهمیدم، این بازی پاس دادنه. فهمیدم، الان باید توپو ببری. همه سر کاری من. خب ببینم این مهمونی توه پوکایو. ها حالا بهتر شد. برو پتو. وایسا. اما پوکویو تفریح تازه شروع شده بود. بازی جدید. ای بابا. این بازی. فکر کنم پوکویو از شما میخواد تا روی یه پاتون بپرید. تا جایی هم که میتونین دوستان خیلی درست و منظم این کارو انجام بدید. فقط با پا. پوکایو
اینجا رو ببین، انگار داره خیلی بهشون خوش میگذره. اونا با شنیدن آهنگ حرکت‌های قشنگی انجام میدن. پوکویو، مشکل چیه؟ پوکویو، تو چرا مهمونی رو قطع کردی؟ به همه داشت خیلی خوش میگذشت. نه به پوکویو نه. آه فهمیدم، این به خاطر اینه که تو میخواستی هر کاری که تو دوست داشتی اونا انجام بدن. اما پوکویو، تو باید بذاری به همه خوش بگذره. مهمونی برای همه است و هیچ مهمونی بدون حضور دوستا خوش نمیگذره. شما چی فکر میکنین بچه ها؟ پوکویو باید دوباره دوستاشو دعوت کنه؟ او دوباره نه پوکویو. آه تو فقط داشتی شوخی میکردی. آفرین به پوکویو، آفرین به مهمونی دوستانه و خداحافظ به امید دیدار.